سلام خوش اومدید به این جلسه که در اون میخوایم با هم یک نمونه سوال از یک جهت مهم حل بکنیم و اون هم این که این سوال امتحان نهایی سال 1300... 1390 فیزیکسه و آزمایشگاه بوده و خواهید دید که شما الان میتونید سوال امتحان نهایی رو خیلی راحت حل بکنید سوال هم میگه یک همچین مداری داریم یعنی یک نقطه A ای اینجا وجود داره بعد این نقطه A ای میرسه به یک مقاومت بعد یک مقاومت دیگه هم اینجاست اندازه این مقاومت اول هست دو اوم. اندازه این مقاومت دوم هست یک اهم بعد یک باتری اینجا داریم که اندازه این باتری هست 6 ولت بعد این باتری وصل میشه به یک مقاومت 3 اهمی و اسم این نقطه هست B بعد میگه از این نقطه وسط هم ما در حقیقت اینجا یک ای گرهیه که یک شاخه جدا میشه این شاخه میاد اینجا اندازه این مقاومت هست یک اهم بعد این میاد وصل میشه به یک باتری و این باتری هم میاد وصل میشه به یک مقاومت دیگه که این چهار اهمه و این باتری دوازده ولت خب اول از همه تعجب نکنید که یک همچین مداری دیدین برای اینکه این در حقیقت همونجوری که ما در جلسات قبل با هم دیدیم برای ما مهم نیست که داره این دوروورش چی میگذره و اطلاعاتی که لازمه برای حل مسئله حتما به شما در همین مدار داده شده دو تا اطلاعات دیگه هم مدار به ما داده اولا گفته جریان این شاخه به این جهت دو آمپره و جریان این شاخه یعنی شاخه‌ای که اومده پایین به سمت پایینه و سه و نیم آمپره سوال چیزی که از ما خواسته اختلاف پتانسیل نقطه A و نقطه B در حقیقت VA آ من های V یا حالا وی بی من های V که منفی همینه بارد هست رو از ما سوال پرسیده خب حل این سوال ما همون مراحلی رو میریم که در حل مدار من بهتون گفتم همیشه باید با هم بریم مرحله اول جریان شاخه ها رو مشخص میکنیم و در مرحله دوم میریم سراغ اون قوانین خیلی مهمی که بلدیم یعنی KVL و KCL یعنی قوانین ولتاژ و جریان خب ببینید الان ما در این مدار چند شاخه داریم یه شاخه این شاخه ای که از A میاد به این نقطه بذارید اسمش بذارم مثلا نقطه C یک شاخه شاخه ای که از C میره به B و یک شاخه شاخه ای که از این C میاد میره به سمت پایین مثلا D خب من الان جریان شاخه AC رو دارم جریان CD رو دارم پس یک جریان رو ندارم که اون هم این جریانه اسمش رو میذارم مثلا I مثلا I اصلا I خالی خب حالا باید برم پس این مرحله اول تموم شد من جریان شاخه ها رو مشخص کردم حالا مرحله دوم باید قوانین KVL و KCL رو بنویسم و همیشه هم سعی کنید که اول از قانون جریان های قانون گره شروع بکنید خب به من بگید ببینم گره اصلی این مدار کجاست آفرین نقطه سی خیلی واضحه یعنی شکل مدار داره در حقیقت داد میزنه برای اینکه فقط نقطه سیه که بیشتر از دو تا سیم به همدیگه خوردن در حقیقت محل تماس این سیم این سیم و این سیم مثلا این نقطه نقطه مثلا دی نقطه ای که فقط این سیم سمت راست و سیم سمت چپ به هم میرسن و در حقیقت یک شاخ است پس اینجا که چند شاخه به هم خوردن گره مهمیه برای ما من میام قانون جریان ها رو برای این گره می نویسم خب به من بگید ببینم قانون جریان ها میگفت چی مجموع جریان هایی که وارد یک گره میشن برابر مجموع جریان هایی که از یک گره خارج میشن بنابراین مجموع جریان هایی که وارد این گره میشن چقدر فقط یه جریان واردش میشه دو آمپر درسته و این باید برابر باشه با این جریان یعنی سه و آمپر به علاوه آی یعنی مجموع جریانی که داره از این گره خارج میشه و این جریان که داره بهش وارد میشه از این من نتیجه میگیرم که آی میشه دو منهای اونیم یعنی منفی یکونیم آمپر خب این همون نکته که من بارها بهتون گفتم که اگر شما جهت جریان رو احیانا اشتباه فرض کنید هیچ مشکلی در حل مدارتون پدید نمیاد و فقط عددش گفتین این که این عدد منفی میشه که اینجا هم میبینید همین اتفاق برای ما افتاد و من از این چه نتیجه میگیرم من از این نتیجه میگیرم بذارید با یک رنگ دیگه این نتیجه رو مشخص کنم من از این نتیجه میگیرم که این جهتی که انتخاب کردم غلط بوده و در حقیقت ما در این جهت جریان داریم و اندازه این جریان اینجا هم هست یک و نیم آمپر یعنی اتفاقی که داره میفته داره دو تا جریان میره وارد این گره میشه یک جریان ازش خارج میشه ولی دیدید که هیچ مشکلی نداشت اگر من اونوری هم فرض میکردم خب در مرحله بعد من میخوام قوانین ولتاژ کرشوف رو بنویسم برای این میام همون کاری که همیشه میکردم رو میکنم یعنی میبینم که مثلا از نقطه A تا نقطه B داستان رو شروع میکنم تعریف کردن خب پس بذارید شروع بکنیم از نقطه A من چی میدونم؟ میدونم V A که من باید شروع بکنم میام جلو میام جلو میرسم به این مقاومت و در جهت جریان از این مقاومت عبور میکنم پس پتانسیل این سمت راست مثبت سمت چپ منفی خب چون در جهت جریان دارم حرکت میکنم افت پتانسیل پدید میاد پس میشه منفیه چون افت پتانسیله چقدر افت پتانسیل داریم طبق قانون او آر آی آر هست دو آی هم هست دو میشه دو ضبط در دو که میشه چهار بعد میام به نقطه سی از نقطه سی میرم جلو میرم جلو میرم جلو, میرم جلو. میرسم به این مقاومت خب به من بگید این مقاومت این مثبت و منفیش یعنی این افت پتانسیلش در کدوم جهته در جهت سمت راسته یعنی اینجا مثبت اینجا منفی چون در جهت جریان مثبت افت پتانسیل داریم خب بنابراین وقتی که از C میرم به این نقطه مثلا E پتانسیلم داره زیاد میشه چون از منفی رفتم مثبت چقدر زیاد میشه به اندازه R ضرب در I یعنی یک ضرب در یک و نیم درسته خب خیلی هم خوب حالا وقتی از ای میرم به این نقطه مثلا اف چقدر پتانسیلم تغییر میکنه از سر منفی باتری میرم به سر مثبت باتری در حقیقت پتانسیلم 6 ولت زیاد میشه و وقتی از اف میرم به دی چه اتفاقی میفته همین اتفاقی که توی این مقاومت قبلی افتاد چون من یک جریان یک نیم آمپری اینوری دارم پس این سر مثبت این سر منفی پس وقتی که از F میرم به نقطه D پتانسیل هم به اندازه R ضرب در I زیاد میشه خب یعنی میشه به علاوه 3 ضرب و کنیم، آمپر مساوی میشه با چقدر V B رسیدم به نقطه B دیگه خب پس فهمیدید ما چه جوری داستان رو تعریف میکنیم من از هر نقطه میتونم شروع کنم و حرکت کنم برم به هر نقطه ای و برسم به پتانسیل اون نقطه یعنی من از A تا B داستان رو تعریف کردم بنابراین V A منهای چهار به علاوه یکونیم به علاوه شیش به علاوه سه زب یکونیم یعنی چهار و نیم میشه V B این میشه چقدر؟ این دو تا با هم... این سه تا با هم میشن دوازده منهای چهار میشه هشت در نتیجه V A به علاوه هشت میشه V B بنابراین وی آ منهای V بی میشه منفی 8 ولت این یعنی چی یعنی اینکه پتانسیل نقطه B 8 ولت بیشتر هست از پتانسیل نقطه A خب خیلی هم خوب من مطمئنم که دیگه شما میتونید الان تقریبا هر مداری رو حل بکنید اگه خیلی براتون علکی پیچیدش نکنن مدارهایی که در کتاب های درسی امتحانات و زندگی حتی روزمره عادی با هاش در کار داریم و تنها چیزی که باید برای حل اونها در دقت بکنید همین دو نکته هست و این که در جهت جریان مثبت یعنی اگر جهت جریان رو درست انتخاب کرده باشیم پتانسیل الکتریکی کم میشه روی مقاومت یعنی افت پتانسیل داریم و در حقیقت اختلاف پتانسیل دو سر هر مقاومتی مستقل از اینکه جهت جریان رو چجوری انتخاب کنیم آر آی هست خب خیلی هم خوب بریم که من در کلاس درس بعدی منتظرتون هستم خداحافظ